زنده بود و گفتیم که موجودات زنده چگونه تنظیم میشن. یک موجود زنده اولا حجره ساخته شده، با چند حجره گفتم یک جشن و نسجه میسازه و بعدا عضو میسازه و بعدا سیستم های مختلف در وجود ما میسازه. و دیگه گفتیم که انساج به صورت عموم به دو دسته تقسیم شده، یکی نباتی و دیگر آن حیوانی می باشد. انساج نباتی به سه دسته بود که او را خواندیم که و هر کدامش به سه دسته تقسیم شده بود و انساج اساسی هم به سه دسته تقسیم شده بود. امروز می خوانیم که انساج حیوانی چی هست، چی اهمیت داره و به چند دسته تقسیم شده، هر کدامش در کدام قسمت بدن ما را پوشانیده است. یکی از او انساج نباتی، انساج وعایی یا انتقالی بود. انساج وعایی یا انتقالی چی هست و در کدام قسمت یک نبات وجود دارد؟ انساج وعایی قسمی که نامش معلوم میشه انتقالی، یعنی معلوم است که وظیفش انتقال دادن است. پس چی انتقال میده؟ در این کس دو نسج رول مهم داره، یکی زایلم و دیگرش فولیم میباشه. زایلم در کدام حالت رو به کار میکنه و فولیم؟ اینجا تصور میکنیم که یک نبات است، اینجا ریشه ساقهش و برگش میباشه. فولیم در کدام حالت شروع به فعالیت میکنه؟ زایلم. زایلم مواد خام را، مواد خام هدفش از آب است که بر نبات میدیم، کود کیمیاوی است که بر نبات میدیم و هر چیز لازم که به یک نبات میدیم. عموم مواد خام میگیره زایلم، از ریشه و ساقه تیر میکنه به برگ انتقال میده. مواد خام وظیفه چیست؟ وظیفه امی است که مواد خام از ریشه میگیره به برگ انتقال میده. و دنج فعالیت زایلم خلاص میشه، فولیم شروع به کار میکنه. فولیم که از مواد پخته شده را به تمام قسمت های نبات انتقال میده. مواد پخته شده هدفش امکان داره که او میوه باشه، گل باشه یا هر چیز دیگه باشه. پس اینجا گفتیم زایلم مواد خام انتقال میده و فولیم مواد پخته را. زایلم از ریشه به برگ انتقال میده و فولیم به تمام قسمت های یک نبات. میایم سر انساج حیوانی. انساج حیوانی را گفتیم که به چهار دسته تقسیم شده، یکی از اونها عبارت از انساج بشروی بود، دیگیش که است انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و دیگیش انساج عصبی است که جمله از اونها امروز دو دانش میخوانیم. یکی از اونها انساج بشروی یا اپیتال تیشوز میباشن. انساج بشروی کدام قسمت نبات یک حیوان پوشانیده و چی اهمیت داره؟ این کس قسمت خارجی جلد، یعنی قسمت خارجی جلد همه ما که میبینیم از چی ساخته شده؟ انساج بشروی. دیگر رگ های خون، قسمت امی رگ های خون، قسمت رگ اگر دیده باشین اما قسمت بیرونی از اون را از چی ساخته شده؟ انساج بشروی. کانال هاضمه، کانال هاضمه هدفش از اعضای سیستم هاضمه است، خصوصا میری، معده، اینا که از چی ساخته شده؟ از انساج بشروی. دیگر کانال اطراحیه، یعنی امو سیستمی که مواد اضافی را خارج میسازه، بیشترش از چی ساخته شده؟ انساج بشروی. خب این خوب گفتیم که در کدام قسمت موقعیت داره. پس چیز که دیگه ای که مهم است است که پس چی وظیفه داره در بدن ما؟ موقعیت شفا میدیم، پس وظیفهش هم باید بفهمیم. یکی از وظیفه ای که داره امی است که اعضای داخلی بدن ما را چی میکنه؟ محافظت میکنه. محافظت اعضای داخلی بدن، بیرونی نه، البته داخل بدن. و دیگه که از مواد فاضله یا مواد اضافی را از بدن به شکل ادرار و همچنان عرق دفع میکنم. بعضی وقت به شکل ادرار و زمانی که گرمی میباشه یا فعالیت بیشتر انجام میدیم به شکل عرق از بدن ما خارج میسازه. یکی از وظایف انساج بشروی میباشه. میایم سر انساج عضلاتی. قسمی که نامش مالا میشه در کجا موقعیت دارد؟ در عضلات انسان. عضلات خودش چی است؟ عضلات میگیم قطعات گوشتی است که روی استخوان‌های بدن ما را پوشانیده است. بیشتر عضلات ما در ورزشکارا میتونیم ببینیم، ورزشکارایی که بازوهای بسیار بزرگ بزرگ داره، یعنی به شکل گوش‌های اضافی میباشه. عضلات هم گوش‌هایی را میگن که روی استخوان‌ها وجود داره. پس انساج عضلاتی یعنی امو عضلات هم میگن. این انساج عضلاتی به یک شکل خاص دیده نمیشه، اشکال مختلف داره. بعضش که می باشه به شکل استوانه ای، یعنی به شکل وجود داره، بعضش به شکل طویل وجود داره و ایده دیگه به شکل دوگمانند یا شکل کامامانند وجود داره. هر کدامش نظر به وظیفه‌ش و نظر به موقعیتش فرق میکنه. و خود همی انساج عضلاتی رو به سه دسته تقسیم کردن. یکی از اونا که از انساج عضلاتی مخطط، یه مخطط یعنی چی مانا؟ یعنی انساجی که دارای خط می باشه. مثلا این انساج است، در هر کدامش که از خطها دیده میشه پس این انساج عضلاتی مخطط میگیم. دیگه انساج خود عضلاتی و دیگه انساج قلبی می باشه که هر کدامش ساختمانش مختلف می باشه و وظایف مختلف را در بدن ما انجام میده. خب
یک بار به طور خلاصه ایده براتون بیان میکنم. انسجام وایی یا انتقالی. انسجام وایی یا انتقالی گفتیم دایی درست رول مهم داره. زایلم و فولیم. زایلم مواد خامه. از ریشه میگیره به برگ انتقال میده. تنها مواد خامه. اما فولیم که میباشه مواد پخته شده از برگ به تمام قسمت ها انتقال میده. دیگه از جمله انساج حیوانی انساج بشروی هست که جمله از اونا انساج بشروی ده گفتیم که جلد ما را پوشانیده هست، رگای خون را پوشانیده، کانال هاضمه را و کانال اطراحیه را. اینو کس مربوط انساج بشروی است. وظیفه شما همیست که قسمت داخلی بدن ما را یعنی قسمت ها را کانال هاضمه و رگای خون و اطراحیه را کس اینا را چی میکنه؟ محافظت میکنه و ادرار را دفع میکنه یا مواد اضافی را دفع میکنه یا به شکل ادرار و یا هم به شکل عرق. دیگه که از انساج عضلاتی، انساج عضلاتی در عضلات بدن موقع داره، گفتم به شکل‌های مختلف دیده میشه نظر به موقعیتشان. بعضیشان شکل سوانه‌ای را دارن، بعضیشان شکل طویل و بعضیشان شکل دوگمانند دارن. انساج عضلاتی به 3 دسته تقسیم شده، یکیش مخدر، دیگهش خود انساج عضلاتی و دیگهش انساج عضلاتی قلب میباشن. نکات مهم این درس براتون بیان کردیم، میریم سر درس بعدی. این درس که هست در مورد انساج ارتباطی است. گفته بودیم انساج عصبی به 4 دسته تقسیم شده که 2 دانش قبلا چند دقیقه پیش خوندیم و حالا که از انساج ارتباطی و عصبی را میخوانیم که کدام قسمت ها را پوشانیده و چی اهمیت دارد. انساج ارتباطی قسمی که از نامش معلوم میشه، پس چی باید چی وظیفه را داشته باشه معلوم است که باید که وظیفه ارتباط دادن داره. پس در مورد انساج ارتباطی میگیم وظیفه اصلی آن برقرار نمودن ارتباط بین انساج میباشد. از انساج ارتباطی را گفتیم که برقرار نمودن ارتباط بین انساج میباشد. و اینان سوال پیدا میشه برقرار نمودن ارتباط، پس کدام قسمت ها را با یکی دیگه ارتباط میدن؟ غضروف با جلد ارتباط میده. غضروف چی نمیگن؟ غضروف نه استخوان است نه گوش، یعنی مثلا امی خود پکی گوش ما غضروف است. اینمی غضروف با چی ارتباط میده؟ با جلد. و جلد با عضله ارتباط میده. عضله را با عضله دیگر و عضله دیگر را با استخوان و استخوان دوباره با غضروف، یعنی با شکل بسیار منظم و درستش ارتباط برقرار کرده که این ارتباط دادنش مربوط انساج ارتباطی است. و انساج ارتباطی 3 چیز در بر میگیره، یکی غضروف، استخوان و خونه. یعنی خون یک قسمت با قسمت دیگه وصل میسازن، استخوان ها همچنان یک قسمت با قسمت دیگه وصل میسازن و غضروف. پس 3 جزء مهم در انساج ارتباطی است که عبارت از غضروف، استخوان و خون میباشه. چهارمین نوع انساج عصبی است که جمله انساج حیوانی میباشه. انساج عصبی که از مربوط عصب انسان می باشه، جز مهمه که از انساج عصبی می باشه نیورون می باشه. قسمی که در هر دفتر یا در هر جایی که در نظر بگیریم یک عضو زیاد مهم و کلیدی می باشه که بدون از او کارش پیش نمیره. همه قسم انساج عصبی خودش به تنهایی خود نمیتونه کارهای خود انجام بده. پس تمام کارهای انساج عصبی رو چی انجام میده؟ نیورون. بله، گفتم میتونیم نیرون واحد اساسی اعصاب زنده میباشه از عصبش. و دیگه کس امی خود نیرون و انساج عصبی چی وظیفه داره؟ انتقال معلومات میگیرن از محیط به دماغ میده. محیط یعنی 4 اطراف ما، هر گپه که میشه او رو میگیره به دماغ ما انتقال میده و برعکس از دماغ به محیط. این ما میتونیم در مثال بیان کنیم. وقتی زمانی که ما دست ما را نزدیک میسازیم به یک چیزی که داغ باشه، دفعتنی دست خود دور میکنیم. چرا؟ امی معلوماتی که در بیرون بود و عکس شد و بعد در مقابل زود عکس العمل نشان دادیم، یعنی از محیط به دماغ داده شد و دماغ دوباره به محیط. و انساج عصبی که از ارتباط و هماهنگی بین رفتار ما را برقرار میکنه و بر ما توان فکر کردن و یاد گرفتن میده. خب درس را خواندیم. انساج ارتباطی گفتیم وظیفه ارتباط دادن داره و که غضروف با جلد، جلد با عضله، عضله را با استخوان مثلا میسازه. و جز مهم انساج ارتباطی هم گفتیم غضروف، استخوان و خون میباشه. انساج عصبی را گفتیم که میگیره معلومات از محیط به دماغ انتقال میده. این 4 نوع انساج حیوانی بود که تمام شد. با امید ازی که درس امروز به بسیار خوبی یاد گرفته باشین و نکات مهمی را که اینجا نوشته کردیم اونا را یادداشت کرده باشین و یک چیز آموخته باشین و از انساج حیوانی خلاص شدیم. تا روز بعد، خداحافظ.